هیچ تلاش تاکنون اکنون نتوانسته یک را در افغانستان و پاکستان را آب کند مشاور امنیت ملی و روابط خارجی نخست وزیر پاکستان تروریزم را تهدید مشترک برای کابل و اسلام آباد دانسته میگوید. مذاکرات با کابل را برای ایجاد یک ساختار مشترک پیکار با حراس افغانی آغاز کرده و امیدوار است که با وزیر خارجه افغانستان که هفته آینده برای شرکت در نشست ایکو وارد اسلام آباد می شود روی راهبرد مشترک مبارزه با تروریسم به توافق برسند اما حکومت افغانستان می گوید به جای صلاح الدین ربانی در این نشست سفیر افغانستان در اسلام آباد شرکت خواهد کرد ما در حال حاضر در حال گفتگوها برای ایجاد یک ساختار و مشترک هستیم که شامل مسائل نظامی، استخباراتی و سیاسی می شود، ما طرحهای خود را به حکومت افغانستان فرستاده ایم و امیدوار هستیم که در جریان نشست ایکو این توافق رسمی شود. در همین حال، وزارت خارجه کشور می گوید تبل جنگ از خاک پاکستان کوبیده می شود و حکومت افغانستان در صورت با اسلام آباد وارد مذاکره خواهد شد که کشور سیومی از آن نظارت کند. ما حاضر استیم که حضور و کشور سیوم با آنها مذاکره کنیم اما پاکستان باید در عمل نشان دهد و اقدامات بر علیه گروه های شورشی و لانه های آنها که فهرست آن را ما با آنان سپرده ایم بردارد چند روز قبل دولت افغانستان فهرست 32 مرکز تروریستی و نام 85 رهبر گروه طالبان و شبکه حقانی را که از خاک پاکستان علیه افغانستان حملات تروریستی را سازماندهی میکنند به مقامات پاکستان واگذار کرد و خواستار گام های عملی پاکستان در این زمینه شد اما با باور آگاهان اسلام آباد هیچگاه در برابر این گروه ها اقدام نکرده و برای آتش افروزی در افغانستان تلاش نخواهد کرد